دفتر خودشون و پشت سرشون که کتابخونه دارن همین ایران رو دارن اون دارن. و شیراک برای من یک بار نوشت، سعدی رو منتشر کرده دوستان و گلستانا، شیراک برای من نوشت منتشرش کردم دستخطش، گفت که من که سیاست مدار شدم از توی یک رستوران بود که در آمریکا کار میکردم، ظرفشویی میکردم و با یک ایرانی رفیق شدم، کتابای سعدی بستان و گلستان رو خوندم و از سعدی رو من یک جامعه شناس و یک دیپلمات و یک سیاست مدار شناختم و به برکت نوشته های اون من چیز شدم، شهردار شدم و میدونم که پیش از اونم وضعی شده. آقای خلیلی چون اونجا که ما میزبان آقای خلیلیه دیگه، ما یعنی ما که مهمونشیم، من میخوام که هر کدوم یک شعری برای ما بخونن که به اصطلاح این فرانسه میگن اپریتیو، یعنی اون چیزی که اول میخوریم که تا آخر دیگه کلیدش پند و گفت و کار نیکوست، همون درسی که از ایرانیان است. روزتون بخیر. به من قول داده بارها سال هاست که با هم یک نمایشنامه بازی کنه، از ما رو بازی نداده خلاصه تا بیدیم که آقای با این تعریف ها ما حتما به شما میگیم، ما به شما نقش اینولا رو پیشنهاد کردیم، برسیش نه نگفتیم، من گفتم نه، من نگفتم، من حاضرم یا اینولا رو بازی کنم، اونم مشهدی بود دوستان، همه شاهد باشین قبول کردم. آره هر آقای دکتر فراموش کردید که ماکروی سینما رکس اما خواستم بحالی برسن شیخ حالی ته و اجازه بده اون رو بنده جسارتا هست کنم که ما اومدیم اینجا که شما از خودتون برای ما بگین از کاری که در پاریس میکنید و سوال اصلی بنده اینه که چرا تا بار شهردار پاریس نشدید شما با این همه فعالیت که اونجا میکنید؟ شما باید اینجا دوستان ما رو که در خدمت فرتنشون ارادت داریم هم دیگری میشنسیم به خود ما معرفی میکنید. البته خیلی خیلی ممنونم از لطفتون، ولی انتظار دوستان اینه که شما از خودتون بیشتر بگید به ما و ما اومدیم اینجا از شما بشنویم و راجع به کتاب جدیدتون که به خصوص به ما بگید و خیلی سپاسگزارم از اینکه فرنده دوست دارید نیاکان خودمون بهره بگیریم. سپاسگزارم از اینکه آقای عرستان اینجا هستن و محفل ما رو به قول معروف این محفل اونس رو بهش یک بار جدیدی دادن. از همه دوستانی که اینجا تشریف دارن، آقای دکتر محمود رضاییان، آقای دکتر حسن رحمتی، شنیدم شاعر گردن فرازی ز تعریف و تملق بی نیازی، سخنها از وطن بسیار گفت، سخن را خوشتر از الماس سفتر. و بسیار شخص وطن پرست و ناسیونالیست هستم. امروز من خواستم اظهار خوشبختی بکنم که در این جمع هستم و البته من چند تا کتاب نوشتم ولی شاعر نیستم و در سطح شما ها از لحاظ نوشتن و شعر گفتن نیستم، ولی به هر حال خیلی خوشحالم که دوستانو میبینم در هر کجا که باشه و خواستم یک چند تا کلمه در مورد آقای اوستا بگم. من دو بار رفتم به پاریس و باور کن آقای شرفشوی داده و باور کنید تحت تأثیر محبت هاش، مهربانی هاش، انسانیت هاش قرار گرفت. ایشون هم نویسندم، هم اوراتور بسیار خوبی هستن، هم بیزنسمن بسیار خوبی هستن، هم انسان خوبی هستن، هم پیرو زرتشتن و مغز و قلب و نمیدونم استخوان همه. فرق مرده از اون لحظه این است که حرکت نداره. پس مشخص و تعریف زنده بودن حرکته. هرچه شما بیشتر حرکت کنید، بیشتر زنده هستید. یک عده از دوستان و هموطنان من از اول عمر تا 80-90 سالگی 5% زنده هستند، 10% زنده هستند. این آقای سیاوش اوستا 200% زنده هست. به عنوان یک روزنامه نویس این یک قسمتی از کاراش هست که من شاهد بودم.
و خواندن تاریخ و چند صفحه نوشتن به راستی مرد کهن میخواد کرد گاب آهن رو مرد کهن. ایشان پس یک انسان بسیار فعال روزنامه‌نگاره. من در پاریس از دفتر ایشان دیدن کردم. وسط پاریس یک کلاس درست کرده، اونم نه برای من و شمای ایرانی، بلکه کلاس کامپیوتری فرانسوی ها رو درس بده، یاد بده کنم. من اونجا بودم، شاهد بودم که هفت تا کامپیوتر، هفت تا استیشن و اینا می اومدن یه دونه یه دونه با یاد بگیرن. پس ایشان به عنوان یک معلم، وقت در اینجا کلاس زبان هست، کلاس زبان فرانسه هست که برای ایرانی هایی که تازه وارد میشن و کم و بیش برای فارسی یاد گرفتن ها هم هست اینها. و با من یک مصاحبه انجام دادن در پاریس و صحبت کردیم و بعضی از فیلم هاشون رو که قبلا گرفته بودن، از جمله یادم هست فیلمی از شادروان علیرضا پهلوی داشتن، به من نشان دادن که بسیار آموزنده و خوب بود. ترسی نداره این ظلمت شبونه، اینو همه میدونن شاه عید مهربونه، خشمش برای دشمن یه خشم دیمونه. یکی اونایی که تشکیلاتی و سازمان یافته اومدن به ما حمله کردن، ما رو نابود کردن. تشکیلاتی و سازمان یافته یعنی این که اینها از قدیم گفتن نوشتن که امپراتوری پرس، امپراتوری آریا، امپراتوری ایلام، امپراتوری ایران باید نابود بشه. بعدم خب برای اینکه اون موقع تا همین الان، تا الان کارساز چه برسه اون موقع، برای اینکه کارساز میشه چی گفتن؟ گفتن الله اینو خواسته، الله این خواست الله. خب الله کیه؟ بت بزرگ قریش و اعراب و صحراگردان تازی و تبار ابراهیم هست از اسماعیل. اینها الله را قبول دارن، فرزندان اسماعیل از ابراهیم، اینها خداشون اللهه. الله کیه؟ بت بزرگی است که اینها داشتن و دارن و الی آخر. خب وقتی این مطلب میشه، اونها تشکیل، اونها رئیس حزبن، کادر مرکزی حزبن. خب گوش کنید اینو، اونها تشکیلاتی عمل میکنن، بعد میان چیکار میکنن؟ عضو میگیرن، اعضای ابله میگیرن. یه اعضای ابله همیشه در طول تاریخ همه جای دنیا بوده. این اعضا میان دیگه از همه رنگ و تبار و اینا هستن، خرن، چون ذهنیت، چون خر و کوچک و تحصیل کرده نیست، درس خونده نیست، کتاب خونده نیست، الان که کتاب خونده رو گرفته از همه، اینها میان میشن سربازان اینا میرن تو جبهه ها، سربازا میجنگن، اون بالا فرمانده ها فرمانده. تو تحریم که فکر کردی چیه؟ تحریم همیه که جهان الان یک بورس اقتصاد مجازی باز شده توی سالها و با پول که از ایران دزدیدن، میلیاردها دلار هر ماه میدزدن با تحریم ها، آدم های گده میلیاردر شدن. همینه که میبینید شما، بلاک رو که براتون پخش کردم دیگه، باید بدید اینا قبلی ها رو مطالعه کنید. اینه این کار رو میکن. مدل شدین؟ که نمیاد بگه السلام علیکم، بعد وقتی الان معنی السلام علیکم میدونی؟ سلام، صبح بخیر. بعد وقتی تو این حد، وقتی من نادان هستم که از قدیم شارخ مسکوب و اینا گفتن و نوشتن و ما یزدان سوگن خیلی چیزا رو من نمیدونستم که اصلا نوشتن، خب میاد دیگه تو کله ما، میگه از چند سال داریم میگه آقا نگید سلام، بگو درود. یارو من مسخره میکرد، گفت میگه نگو درود. و آخه بدبخت سلام از سلمه میاد، سلمه تسلیما،
تسلیم شدنه. اون موقعی که اعراب حمله کرده بودن به ما، تو باید تا خود مینار میبینی تو خیابون بگی السلام علیکم، یعنی من تسلیم تو هم. حالا که من تسلیم تو هم، بیا تو خونه من، زنم، بچم، خروسم، مرغم، گوسفندم، همه مال تو، من تسلیم تو هم. Par David Abbassi, écrivain et historien. Je شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. En tant qu'islamologue, connaissant parfaitement l'islam, le Coran et les pays musulmans, voici le plus important message que David Abbassi souhaite adresser à tous les médias, les hommes politiques, les élus, les magistrats. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبان‌های پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. En vacances, en pause du travail, dans la file d'attente, dans le train ou dans l'avion. Achetez en un clic les livres de David Abbassi sur Amazon et lisez tout de suite. Livraison instantanée. Achetez en un clic les livres de David Abbassi sur Amazon et lisez tout de suite. Livraison instantanée. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا را به زبان‌های مختلف با یک کلیک ببینید و بخوانید و بشنوید. ده‌ها کتاب روشنگر و تاریخی، صدها مقاله و نوشته و گزارش در نشریات نیمروز، فردوسی امروز، عصر امروز و صبح ایران. صدها مقاله با شخصیت‌های ایرانی و جهان. هزاران عکس در جایگاه‌ها و با شخصیت‌های جهانی. هزاران برنامه رادیویی، تلویزیونی به زبان‌های پارسی، فرانسوی و تازی. ده‌ها شماره از نشریات ارشاد، هما، شهر فرنگ، کیهان جهانی، رپورتاژ‌های تلویزیون‌های جهانی از تلاش‌های سیاوش اوستا، برنامه‌های اهدای نشان‌های افتخار از آکادمی‌های فرانسوی به سیاوش اوستا، صدها فستیوال‌های هنری جهانی، میهنی در مجلل‌ترین سالن‌های جهان، نمونه‌هایی از سخنرانی‌ها و بزرگداشت‌ها و انجام آیین عروسی به سبک آریایی. Notre fierté historique pour la radio Ici et Maintenant suite à la proposition de David Abbassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste mais terroriste islamiste et il a commencé à utiliser ce terme. On va voir si les médias vont bien suivre Emmanuel Macron ou bien s'ils vont suivre les projets du monde musulman. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Ils avaient fait le choix de porter l'uniforme, de consacrer leur vie à protéger les autres. Ils sont morts en service, au travail, comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Et qu'un individu imprégné d'une telle idéologie puisse exercer face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche.